به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان حاضر در این جلسه و آقای دکتر کدیور. امروز 31 جلسه از سلسله جلسات نواندیشه دینی و 4 جلسه با موضوع خدا و شر با رویکرد خدا باورانه برای حل مسئله شر. در جلسات گذشته به برهان شر، دلایل اخلاقی و لازم و کافی برای وجود شر، شرور اخلاقی، رویکرد الهیات شکاکانه و به مقدمه از فلسفه و الهیات اگزیستانسیالیسم پرداختیم و در جلسه سوم به طور ویژه به رویکرد اگزیستانس عاطفی و هیجانی به مسئله شر پرداختیم. در این جلسه بنا داریم به ادامه مباحث جلسه گذشته با مقدمه از الهیات گشوده مسئله شر و الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده بپردازیم. قبل از شروع سخنرانی توضیحاتی هم در مورد روال این جلسه خدمت شما دوستان عرض میکنم. این جلسه به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول که حدوداً 1 ساعت خواهد بود اختصاص داره به ارائه جناب آقای دکتر کدیور و پیرامون موضوع جلسه و بخش دوم هم پرسش و پاسخ خواهد بود. دوستانی هم که سوال دارن لطفاً سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن به برگزار کننده ها ارسال بکنن تا در بخش پرسش و پاسخ سوالاتشون رو بتونیم با نظم بهتری مطرح بکنیم. از دوستانم خواهش میکنم که در طی جلسه صدا و تصویرشون رو خاموش بکنن و یه نکته هم میخواستم خدمت همه عرض کنم که این جلسه به طور همزمانم در اینستاگرام آقای کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش است و همه تلاشمون هم میکنیم که سوالات بخش اینستاگرام هم تا زمانی که وقت اجازه بده توی این قسمت پرسش و پاسخ مطرح بکنیم. من میخواستم همه شما بزرگواران رو دعوت بکنم که شنونده موضوع جلسه امروز ما باشیم با عنوان خدا و شر قسمت 4. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بخش 4 از مباحث خدا و شر خدمتون عرضه میشه. یک مقدمه عرض میکنم. گفتیم که همونطور که دوستمونم اشاره کردن خدا و شر یکی از مباحث فلسفه دین هست. روی کرده من خدا باوران هست، اما کوشش کردم که منصفانه روی کرده خدا ناباوران رو هم اینجا بهش بپردازم. مقدمه که کلن باید بهش توجه داشت، اینو جلسات قبل هم گفتم، مباحث مسئله شر به 3 دسته تقسیم میشه. راحل هایی که ارائه کردن، یکیش راه که روی کرده منطقی هست، یعنی ناسازگاری منطقی بین وجود خدا و شرور در عالم یا اطلاق صفات خداوند علم و قدرت و خیرخواهی با شرور در عالم. رویکرد دوم رویکرد فلسفی هست، دلیل شرور رو دلیل فلسفی بر عدم وجود خداوند تلقی کردن. خدا باوران هم پاسخ دادند به این مسئله، یا اینکه این شرور رو دلیلی بر عدم اطلاق اون 3 صفت خاص خدا دونستن. یک رویکرد سومی داریم که متأخر بر این 2 رویکرد قبلی هست، یعنی بر رویکرد منطقی و فلسفی. این رویکرد رو من اسمش گذاشتم رویکرد وجودی، عاطفی و هیجانی. در مورد هر 3 واژه هم همین امروز توضیح میدم. در گفتیم که از منظر خدا باورانه ادله منطقی و فلسفی موجهی برای وجود شرور در عالم اقامه شده و اینها هیچ منافاتی با وجود خداوند یا اطلاق 3 صفت ایشون ندارد. این جلسه در ادامه جلسه گذشته من به رویکرد سوم میپردازم. خلاصه جلسه سوم در چند سرخط این بود که یادمون بیاد، این بود که اول در این رویکرد سوم، رویکردهای سوم، خدایی که راضی میشه من رنج بکشم قابل اعتماد نیست. ثانیاً من به هیچ کس و هیچ چیز دیگه کاری ندارم. علاقمندان و طرفداران این رویکرد میگن همین که خدا
داشته شری برای من یا عزیز من اتفاق بیفته که در نتیجه به رنج من منتهی بشه، به این دلیل این خدا یا نمیدونه که چیزا داره اتفاق میفته تو دنیا، یا نمیتونه جلوشو بگیره، یا خیرخواه من و عزیزان من محسوب نمیشه. و ثالثاً هم گفته شد که از جانب این دوستان، این گروه به اصطلاح علاقمندان این روی کرد، این که خدا باید مسئولیت شر در عالم رو بپذیره و چون توانایی رفع این شرور رو نداره، باید خود آدم دست به کار بشه، خود انسان دست به کار بشه، دوران انسان محوری فرا میرسه و دیگه دوران خدا محوری به کنار گذاشته شد. نکته اول جلسه گذشته بود. نکته دوم هم این بود که این رویکردهای مختلف شر که در ضمن دسته شر وجودی یا اگزیستانس عاطفی یا هیجانی دستبندی شد، اینها همگی بعد از این مطرح میشه. رویکرد منطقی یا رویکرد فلسفی به مسئله شر رو ناتمام بدونیم. به عبارت دیگه ما از این رویکردها نباید انتظار حل منطقی یا حل فلسفی مسئله شر رو داشته باشیم. یک اصلا پارادایم جدیدی شروع شده و من کوشش کردم این پارادایم رو جلسه قبل تصویر کنم و این جلسه هم بیشتر کار خواهم کرد و ادامه خواهیم داد. فی الواقع این گروه سوم، همین هیجانی ها، عاطفی ها و وجودی ها، اینها دارن میگن که کسی که رنج میکشه گوشش بدهکار تئودیسه یا دفاعیه نیست. رنجور، این عنوان است که از خود کتاب اینا در بردم، رنجور مرهم میخواهد راحل منطقی و فلسفی. این امور انتظایی هستن، ما دنبال یک امر ملموس و یک امر وجودی هستیم. این نکته دوم بود. نکته سوم، از منظر اگزیستانسیالیست های خدا باور، اینها گفته شده که اگر من از وجود خودم و نزدیکانم به طور کلی خوشحال باشم، نمیتونم خدا رو به دلیل سرشت جهان یا رنج و شری که به دیگران وارد میشه بازخواست بکنم و نگران اونها باشم. گفتیم که این راه حل که از جانب برخی از این افراد گفته شده، راه حل قانع کننده به نظر نمیرسه. نکته چهارم جلسه گذاشتم این بود که در الهیات پویشی فرضی که اینها قبول کردند این بود که خلقت موجوداتی که بتونه ارزش‌های مثبتی که ما مستعدشون هستیم، ما از اینها لذت ببریم و در معرض رنج بردن هم نباشیم، این به لحاظ متافیزیکی ممکن نیست. بنابراین گفتیم که رغم مناقشه‌ای که در مبانی فلسفه پویشی ممکنه داشته باشیم، اما نتیجهش نتیجه قابل نیست. یعنی با روی کرده منطقی و فلسفی روی کرده الهیات پویشی سازگار. مقدمه الهیات خدای گشوده رو هم این گفتم، این نکته آخر جلسه گذشته. گفتیم که الهیات یک اعتراضی هست در مسیحیت به ترکیب فلسفه یونان و الهیات مسیحی. اعتراض هم به بخش فلسفی قضیه است. یعنی میگه فلسفه رو بذارید کنار و ما میخوام یک رویکرد گشوده‌ای به اصطلاح پیش بگیریم. این مطابق تحقیق من از حدود 1980 شروع شده و الف باش هم اینه که گشودگی آزادی اراده با نفی علم پیشین، یعنی علم قبلی خداوند و انکار قدرت مطلقه او، با این شیوه، با این دو نکته الهیات خدای گشوده آغاز میشه. خب این بحث خلاصه جلسه قبل من تمام شد، اما دو تا توضیح مقدماتی میخوام عرض بکنم قبل از ورود در بحث. توضیح اولم اینه که بعد از تشریح دو رویکرد منطقی و فلسفی شر، من به رویکرد سوم پرداختم و تقریرش کردم جلسه گذشته و کمتر به نقدش پرداختم. اگر قرار بود ذره به ذره این روی کرد رو مورد نقد بخوام قرار بدیم، چندین جلسه طول میکشید، در حالی که من در یک جلسه تا دو جلسه امروز کوشش کردم مقام توصیف رو داشته باشم. یعنی اینکه ابتدا این روی کرد رو درست منصفانه معرفی بکنم. چرا؟ اینکه اون راهحل‌های منطقی یا فلسفی تا حدود زیادی در جامعه ما شناخته شده است،
اما این رویکرد سوم، همین رویکرد وجودی، عاطفی و هیجانی، اینها چندان شناخته شده، کمتر شناخته شده است. و اگر بخوام نقدش هم بکنیم، اول باید بگیم حقیقتاً چی میگن و منصفانه هم بگیم. بنابراین من در جلسه گذشته و همینطور جلسه امروز بیشتر در مقام توصیف و تقریر هستم. نقد دارم، ولی نقدها متأخر خواهد بود و بعد اشاره بهش خواهم کرد. ممکنه افرادی این دستبندی رو نپذیرن، یعنی دستبندی سگانه منطقی، فلسفی و وجودی و عناوین دیگرش رو نپذیرن، حتی اسم این روی کرده سوم هم راضیشون نکنه. خب اونام حق دارن، میتونن انتقاد خودشون رو بکنن و منتشر بکنن. کلام منم هنوز منعقد نشده، یعنی من هنوز حرف دارم و حرفای اصلیم هنوز زده نشده. سوالایی هم که در اول هر جلسه مطرح میکنم، معلومه که دارم یک سیر منطقی رو طی میکنم تا به همه این سوالها پاسخ بدم. ولی اجمالا عرض میکنم من رنج همه آدم ها رو مهم میدونم و کوشش دسته سوم رو هم ارج مینهم. معتقدم اینها هم بالاخره زحمت میکشند، ممکنه با برخی از نکاتشون همدل نباشم، اما اگر انتقادی هم مطرح میکنم، انتقاد دلیل اهمیت نه دلیل بی اهمیتی. این توضیح اولم. توضیح دوم، یک توضیح بیشتری در مورد همین رویکرد سوم میخوام بدم تا یه چند نکته. عنوانی که من برای این رویکرد سوم گذاشتم، رویکرد وجودی، عاطفی و هیجانی به مسئله شهر است. اولا این رویکرد طیف عریضی رو تشکیل میده. رویکرد حدود 10 تا بیشتر از 10 تا رویکرد جزئی ذیل این رویکرد کلی قرار میگیره. خب معلومه اینا با هم تفاوت دارن، تفاوت جدی هم دارن. جامعی که شاید برای همه اینها بشه پیدا کرد اینه که این رویکرد، قائلان به این رویکردها، راه حل‌های دفاعی و تئودیسه، یعنی منطقی و فلسفی رو که ما بحثش کردیم، کافی نمیدونن. اصلا بالاتر از این معتقد نیستن که از طریق منطقی یا فلسفه مسئله شر قابل حل باشه. معتقدن شر رو باید لمس کرد، با وجودشون لمس کرد. امر وجودی هست. اگزیستانسی هم که اینجا به کار میبریم معادل اگزیستانسیالیسم نیست. یکی از رویکردهاش اگزیستانسیالیستی، نه همه اونها. و من مشخص واضحه که 10 تا 12 تا رویکرد، 11 تاش اگزیستانسیالیستی نیست، اما وجودی هست. یعنی به عبارتی یک نحوه لمس مسئله شر رو داره و نه امر انتزاعی منطقی و فلسفیش رو. خب این افراد راه سومی رو برگزیدن، طیف عریضی رو هم تشکیل میدن و برخیشون خیلی از فلسفه و منطق دور شدن، برخیشون نه، کمتر دور شدن. بنابراین خیلی واضحه که اینها همسطح نیستن، تفاوت‌های عمده دارن، کما اینکه حالا بهش خواهیم پرداخت. نکته دوم در ذیل همین توضیح دوم این که دو تا رویکرد مدرن هست که اینها یقیناً رویکرد وجودی، شک یا هیجانی عاطفی نیست. یکیش که قبلاً اشاره کردم الهیات شکاکانه هست و دیگری الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده. در مورد الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده، یک نفر هست که منسوب به این نهله هست به نام جورج ماگردس. اگر وقت امروز کفایت بکنه در انتهای همین جلسه به آرا او خواهم پرداخت. رأی این فرد جزء این دسته محسوب میشه، یعنی جزء دسته همین سوم، وجودی، عاطفی و هیجانی محسوب میشه. اما رأی بزرگان این الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شراد شده خیلی جزء این دسته نیست و من کلن الهیات شکاکانه، الهیات مبتنی بر معرفت اصلاح شده که به برخی از آراء بزرگانشون از جمله پلانتینگا و دیگران هم در جلسه اول و دوم به تفصیل اشاره کردم، من اینها را در زمره قوی ترین کوشش های فلسفه معاصر در حل مسئله شهر میدونم و اینها را جز این دسته سوم دسته بندی نمی کنم. نکته آخر هم اینجا این که الهیات پویشی که آخر جلسه گذشته بهش پرداختیم، یک حالت بین علم تجربی مدرن و فلسفه داره، کوانتوم، فیزیک کوانتوم و فلسفه داره. به این ترکیبی که داره یک حالت منحصر به فردی پیدا کرده
در مقدمات چندان با رویکردهای منطقی و فلسفی که مورد بحث ماست همراه نیست، اما در نتیجه به اونها همراهه. بنابراین این رو اگر جزء دسته سوم بخوام تا قرارش بدیم با مسامحه هست و نه حقیقتا جزء وسط قرار میگیره بین اون دو دسته و این دسته سوم و آخر. و بالاخره اشاره هم کردم که وجودی معادل با رویکرد اگزیستانسیالیستی نیست و عام از اون هست. به این اشکال نشه که 10 تا الان میخوام بحث بکنم، بسیار از اینها مسلما اگزیستانسیالیست نیستن، اما رویکردهاشون به نحوی غیر از منطق و فلسفه و کلن امر وجودی هست به معنای وسیع کلمه و نه به معنای به اصطلاح خاص اگزیستانسیالیستی. اما این بحث مقدماتی. اما بحث اول امروز دنباله الهیات الهی گشوده است که یادتون باشه گفتیم که The Open Theism یا Free Will Theism بهش گفته میشه. شخصیتاش هم شمردیم، مایش معرفی کردم، افراد مختلفی هستن، سه چهار تاشون مثل جان ساندرز، ویلیام هسکر، کلارک پیناک و دیگران، ریچارد رایس، اینا رو هم بهشون اشاره کردم. بحث اول من در مورد الهیات گشوده، گفتیم من مراد از گشوده یعنی نفی ضرورت. اگه تاز راحت بخوام صحبت بکنم، یعنی گشودگی در مقابل تعیین ضروری، یعنی این که بیام باز بکنیم دست خدا رو که بسته هست در یه اموری باز کنیم و با این باز کردن دست خداوند، گشودن دست او، فکر کنیم که میشود مسئله شر رو حل کرد. قائلانه به الهیات خدای گشوده، اینها پنج نوع گشودگی قائل هستن که من به اختصار اینها رو اشاره میکنم و توضیح میدم. و یادمون باشه این به اصطلاح فهم این پنجتا خیلی مهم دخالت داره در درک ارزش این رویکرد یا بی‌ارزشیش، هر کدومش. این رویکرد ها، این گشودگی ها عبارت باشه یک گشودگی علی، یعنی علت و معلول. میدونید علت ضرورت ایجاد میکنه و معلول دستش بسته است، غیر از آنچه که علتش اقتضا میکنه نمیتونه پیش بره. اگر جهان مبتنی بر فی الواقع نظام علی و معلولی باشه، در این صورت ضرورتی است، تعینی است نسبت به همه امور و در نتیجه چندان گشوده نیست. خب این روی کرد الهیات خدای گشوده میاد این رو نفی میکنه و با نفی نظام علی و معلولی عملا یه گشودگی ایجاد میکنه. خب چجوری؟ میگه که آینده خاص نه ضروری است نه ممتنع است. آینده خاص یعنی مثلا الف ب شود، هر چی شما بگید الف ب شود، در صورتی که وجود الف علتش محقق باشه، خب حتما وجود ب در آینده محقق خواهد بود. و اگر نفی اون باشه، نفی ب حتما محقق میشه. این میشه ضروری. میگه نه، هیچ کدوم اینها قابل پذیرش نیست در اینجا. آینده به صورت‌های مختلف قابل تحقق داره، قابلیت تحقق داره. ببینید وقتی شما خدای قائل به علیت، یعنی نظام علی، سنن الهی در جهان قائل باشید، در نتیجه یک آینده ضروری بر طبق علم پیشین او، علم مطلقه او خواهد بود. خب این روی کرد میگه همچه چیزی نیست. آینده اصلا ضروری نیست که حالا خدا بخواد فی الواقع این رو حتما بگیم انجام خواهد داد. خب بعد وقتی که رویکرد علی رو، نظام علی منتفی دانسته شد، اون وقت مسئله اختیار مطرح میشه. اینها میگن که ما دو جور اختیار داریم، یکی اختیار سازگارانه یا سازگار گرایانه با جبر، یکی اختیار ناسازگار گرایانه با جبر. اما اون که سازگار با جبر، میگن همین رویکرد رایجه. شما خداتون جبر یعنی ضرورت علی بر جهان تحمیل کرده، شما را هم به اختیار مجبور کرده است. یعنی شما چه بخواد چه نخواهید اختیار داری، میخواد از اختیارت استفاده بکن، میخوای نکن، اما تو اختیار داری. خب این میگه اختیاری است که با جبر سازگاره. چون اینها جبر رو که همون ضرورت علی باشد رو نفی میکنند، در نتیجه میگه اختیاری که ما قائل هستیم اینجور اختیار نیست. ما به جای این که بیان به عامل نگاه بکنیم، میان به نتیجه عمل نگاه میکنیم. اگر تو تونستی نتیجه عمل رو در هر صورت عوض بکنی، در این صورت بهت میگیم اختیار داری. نه اینکه حالا تو اختیار به اصطلاح به لحاظ عامل میتوانی چنین بکنی یا نمیتوانی.
وقتی که ضرورت داشته باشه تو در تعیین نتیجه دخالتی نداشته باشی، در نتیجه تو اختیار نداری، هرچند اسم خودت انسان مختار بگذاری. اینها اختیار موجود در فلسفه رایج رو، اما از اسلامی یا غیر اسلامی، این رو اختیار سازگار با جبر میدونن و در نتیجه منکرش هستن. میگن ما معتقدیم میتونیم نتیجه عمل رو عوض بکنیم، بنابراین ما به اصطلاح آزاد هستیم، ما قدرت فعل ترک رو با خودمون داریم. این تصویری که از این مسئله راه میکنه، من وارد نقدش نمیشم، نقد دارم واردش نمیشم، اما گشودگی به لحاظ وجودی، به لحاظ وجودی اینا میگن امکانهای همشون امر ممکن الوجود، ممکن الوجود ها یعنی چیزایی که ممکن است موجود بشن، ممکن است موجود نشن. برخی از اینها در آینده هستن، میگن که چون آینده است در بند قبل گفتیم متعین نیست، بنابراین امکانهای مربوط به آینده هم متعین نیست، بنابراین موجود در آینده گشوده است، میتونه الف محقق شود، میتونه الف محقق نشود. بنابراین شما حق ندارید بگید که ضروری است که حتما فلان امر محقق شود یا فلان امر محقق نشود. خب این هم آمد به اصطلاح مشخص کردن. بعد مسئله زمان اینجا مطرح میشه، میگن که وقتی که شما نمیتونید بگید در آینده چیزی حتما محقق میشه یا نمیشه، فقط میتونید در مورد حال صحبت بکنید. یعنی اینا حالگرا هستن، در مورد آینده حاضر نیستن هیچ اظهار نظری بکنن، نه قالب وجود بشن نه قالب امتناع بشن. کلا میگن بحث به اصطلاح عبثی است ما وارد این حوزه بشیم. دیگران رو، دیگر فلاسفه رو متهم میکنن که شما ازلی گرا هستید، قائل به زمانهای به اصطلاح دوردست هستید که اموری در اونها محقق میشه، در حالی که من قائل به خدای گشوده فقط در حال زندگی میکنم، نقطه ای زندگی نگاه میکنم به زمان، نه خطی که امور در پی هم متعاقبا اتفاق بیفته. من فقط میگم در این نقطه خاص چه اتفاقی میفته. آینده معدومه، در مورد امر معدوم نمیشه اظهار نظر کرد، و وقتی که محقق شد اون وقت میشه صحبت کرد. و به علاوه میگن آینده معدوم قابل دانستن هم نیست، معلوم هم نیست، چه توسط خدا چه توسط غیر خدا. همینجا میرسه به علم محدود خدا. یعنی این مقدمه را که گفت نتیجهش این میشه، وقتی آینده متعین نیست، ضروری نیست، معدوم است، به معدوم که نمیشه علم داشت، در نتیجه تو نمیتونی مدعی بشی که خدا به چیزی که هنوز محقق نشده، موجود نشده علم دارد. پس علم خدا به آینده منتفی میشه. خب این هم یک مسئله. نکته سومشون گشودگی در صدق. خب میدونید که الف به است یا صادقه یا کاذبه، یا راسته یا دروغه. میگن که اموری که قراره در آینده اتفاق بیفته که بحثش کردیم که اینا معتقد هستن معدومه و هیچ علمی نمیشه در موردش داشت، به علاوه میگن در مورد صدقش هم حق نداره بسار نظر کنید. خب یعنی این که شما بگید الف محقق خواهد شد یا الف محقق نخواهد شد، تو فلسفه سنتی اینا رو جز ضروریات میدونن، میان در برطاق علمشون میگه یا الف به از ضروریست یا الف به نیست، مثلا ضروریست در آینده اتفاق بیفت. ولی در این روی رو کرد الهیات خدای گشوده، اینها میگن که آینده نسبت به صدق گشوده و غیر ضروریست. یعنی شما نمیتونید حرف ضروری، حرف لازم، حرف بدون برو و برگرد در مورد آینده بزن. این مقدمات چیده شده تو اون نتیجه برسه. نقطه چهارم گشودگی به لحاظ معرفتیه. آیا عالم مطلق وجود داره؟ خب ممکنه خدا باوران بگن بله. اینا میگن اگر فرض کنیم همچو فردی وجود داره، این فرد یعنی این خدای عالم مطلقی که شما مدعیش هستید، این علم قبلی یا پیشینی، علم فرازمانی، علم خطا ناپذیر با آینده نداره، نمیتونه داشته باشه. خب اگر شما سه تا گشودگی قبلی رو بپذیرید، راست میگن، نتیجهش همین میشه که ما نمیتوانیم یا خدای ما نمیتواند علم فرازمانی پیشینی خطا ناپذیر نسبت به آینده داشته باشه. آینده که معدومه در نظر اینها، امری که معدومه که نمیشه بهش علم پیدا کرد، چیزی نیست که بهش علم پیدا بکنه.
پس بنابراین علم خدا از بالای خط زمان نیست. علم خداوند به نتلقی اینها بعد از وقوع اتفاق میفته. خب تو فلسفه گفته میشود علم ما قبل الوقوع، علم حین الوقوع، علم ما بعد الوقوع. اینا علم سه علم خداوند رو منحصر میکنن به چی؟ به علم بعد الوقوع. یعنی بعد از این که اتفاق افتاد خدا تازه میفهمه. قبلش هیچ خبری ندارد، اطلاعی ندارد. خب این هم ما مورد پنجم از گشودگی به لحاظ مشیت اراده خداوند که تلقی است که ما دینداران اون رو به عنوان قضا و قدر مطرح میکنن. میگن اینها میگن قضا و قدر حتمی وجود نداره. این با گشودگی خداوند ناسازگاره. با دستش رو باز گذاشت تا هر چه که لازم میداند، هر چه خواست انجام بده، نه اون چیزی که نظام علی ایجاب میکند. بنابراین اگر اون چهار اصل رو بپذیریم دیگه اینم معلومه که حتما شما هم اون رو خواهید پذیرید. این بحث اولم در الهیات خدای گشوده که 5 تا بود. نسبتا هم عذرخواهی میکنم کمی ممکنه برای دوستانی که فلسفه نخوندن پیچیده باشه. اما بحث بعدی در مورد پاسخ الهیات خدای گشوده به مسئله شر. بنابر خداباوری گشوده به اصطلاح، انسان با خداوند شریک میشه در ساختن جهان. هیچ چیز از پیش تعیین شده وجود نداره. شر به عهده خدا نیست. خیلی راحت شد دیگه. توی دیگران میگفتن آه همه شرات زیر سر خداست. اینجا میگن نه همش به عهده خدا نیست. خدا کجا ضمانت کرده که یک جهان بدون شر ایجاد بکنه؟ از دیدگاه الهیات خدای گشوده، خدا از زمان خلقتش یک حرکت خود محدود ساز رو آغاز کرده. یعنی خودشو محدود کرده، خودشو کنترل کرده. از وقتی که تصمیم گرفته جهان رو خلق بکنه و وارد امر خلقت شده. پس علم خودش رو محدود کرده. خدا قدرت خودش رو هم محدود کرده برای اینکه جا باز کنه برای اختیار مخلوقاتش. یعنی این که من و تو میدانیم، علم داریم، به این دلیل است که خدا علمش رو محدود کرده، یه بخشش رو گذاشته برای ما. این که ما میتونیم یه کار رو توی این دنیا انجام بدیم، برای که خدا قدرت خودش هم محدود کرده، گذاشته برای ما. ولی اگر قرار بود تو همه این قلم رو خدا قادر عالم مطلق باشه، دیگه ما نمیتونستیم پیش بریم. خب تعارض پیش میومد و تعارض غیر قابل حل بود. شر هم میگه نتیجه انتخاب آزاد مخلوقات مختاره. خب این با رویکرد فلسفی هم سازگاره. ولی میگه این شر ضرورتاً هدف خدا نبود. به خاطر این ایجاد شد. به خاطر این تقسیم به اصطلاح علم و قدرت بین خودش و انسان شر ایجاد شد. نکته بسیار جالب این، مراد از جالب درست نیست، اما تأمل برانگیز این رویکرد اینه که میگه خدای ادیان، حالا دقیق تر خدای چون ضد فلسفه است این روی کرد، خدای فلاسفه نه شاد میشه نه غمگین، نه تغییر میکنه نه از کسی تأثیر میپذیره، در حالی که خدای الهیات گشوده خدایی است که ترحم میکنه. وقتی رنج آدم رو ببینه دلش میسوزه، وقتی که یک امر خوب ببینه خوشحال میشه، لبخند میزنه، ساسیت داره، آسیب پذیر میشه، آسیب میبینه از یه اموری و بعد تأثیر میپذیره، گاهی وقتا هم تغییر میکنه. مثلا یه تصمیم گرفته میفهمه تصمیمش غلط بوده، تصمیمشو درست میکنه، یا این رنجی که به بندش رسته میبینه نباید برسه، پس میره رنجشو کم میکنه، شر رو از بین میبره. این خدای خداییست که تأثیر و تأثیر بر بندگانش و جهان داره. این خدا متعال نیست، خدای الهیات گشوده، خدای فرازمانی و فرامکانی نیست، این خدای درون زمان و درون تاریخه. و چون درون زمان و درون تاریخه، از همه امور زمانمند و تاریخمند متأثر میشه. برای این خدا، برای سعادت مخلوقاتش فعالانه وارد عمل میشه. خب این همون نکته است که میخواد شر رو حل بکنه، فعالانه وارد عمل میشه و کوشش میکنه اونا رو خوشبخت بکنه، رنجشون رو تقلیل بده و خلاصه
بخوایم بگیم که این روی کرد چطور مسئله شر رو حل کرده، میتونیم بگیم این روی کرد با تنزل دادن خداوند متعالی با علم مطلق و قدرت مطلق و خیرخواهی مطلق، با تنزل دادن از این مرتبه ساحت الهی را از مسئولیت شر پاک کرده و انسان رو شریک خداوند در شر دونسته. این روی کرد به این صورت. تقریر من تمام شد. حالا در فلسفه معاصر این رویکرد منتقدانی هم داره، تلقی و قبول شده یا نه؟ الهیات گشوده توسط پروتستان های مسیحی، چون این یه رویکرد مسیحی، الهیات خدای گشوده در مقابل فلسفه یونانی برای گشوده کردن خدایی که در مسیحیت مطرحه. کالوینیست ها از مهمترین منتقدان رویکرد اوپنتئیزم هستند. مورد انتقاد جدی قرار دادن. از جمله اینها که دوستانی که میتونن مایلن مطالعه بکنن، نورمان گیسلر هست، یک کتاب نوشته، خیلی عنوانش عنوان تأمل برانگیزی، Creating God in the Image of Man. علامت سوال. Creating God in the Image of Man یعنی خلقت خداوند در مقابل صورت انسان. این تعریض به یک جمله کتاب مقدسه که خداوند انسان را به صورت خود آفرید. خب حالا این مسئله رو برعکس کرده، میگه الهیات خدای گشوده با این تنزلی که داده عملا خدا را به صورت انسان آفریده است، نه برعکس. یعنی شما فی الواقع تنزل دادید این خدایی که در کتاب مقدس بوده رو به آنچه که انسان میتواند یا میپذیرد باشد تنزلش دادید. این درست خلاف اون هست. اشکال خیلی به اصطلاح مختصر اشاره کنم، اگر لازم بود بعدا مفصل بهش میپردازم. مشکل الهیات خدای گشوده مشکل مقدماتشه، یعنی این مقدمات کجا اثبات شده. همین 5 تا گشودگی که ذکر کردیم، اینا هر 5 تاش جای بحث جدی داره و اگر کسی اینا رو بپذیره نتیجه بدیهی است، حتما خدا همینجوری میشه که اینا گفتند و باید از جیبشون هزینه بدن به اصطلاح برای حل مسئله شر. اما این 5 تا مقدمه کجا اثبات شده؟ خیلی بحث مهم نیست. اتفاقا اکثر این فلسفه ها، همین رویکردها، مشکل اساسیشون تو مبانیشونه. به این مبانی باید بیشتر پرداخت. خب اگر وقت شد یا فرصت شد در جلسات دیگه من به این خواهم پرداخت. بریم سراغ این بحث من در مورد الهیات خدای گشوده. بحث اجمالی، توصیفی و تقریری تمام شد و نقدم بسیار اجمالی بود، وارد تفصیل نشد. اما بحث دوم امروز من، که بحث شیرین‌تر از اولیه چون اولیه کمی فلسفی بود، بحث الهیات اعتراض هست. Theology of Protest. خب این چی هست، چی میگه؟ بعد از هولوکاست، هولوکاست همون فاجعه‌ای که در قتل عام یهودیان توسط نازی‌ها در آلمان اتفاق افتاد و افرادی رو به جرم یهودی بودن در کوره‌های آدمسوزی انداختن و قومی که خودش را خدای برگزیده میدانست، هر چه دعا کرد و به درگاه خدا مناجات کرد، مانع از این نشد که در کوره آدم سوزی انداخته شود و انداخته شد و این واقعه تبدیل شد یک نقطه عطف در الهیات مسیحی و یهودی هر دوتا که به قبل و بعد از هولوکاست تقسیم میشه. پس را هولوکاست کلن میتونیم بگیم رویکردهای وجودی، عاطفی و هیجانی به شدت مطرح میشه. یعنی این رویکردها علل اغلب مال این واقع و واقعهای مشابهشه. در یهودیت ما الهیات اعتراض داریم، حالا محرفه میکنم چه بارشون، در مسیحیت تئودیسه اعتراض داریم و هر دوتا اینها به راه میفتن. نمیتونیم خدایی که ما را آفریده انکار کنیم. حالا ارکان این نظریه، یعنی این نظریه مثل الهیات خدای گشوده، اینها هم خدا پرستن، میگن خدا وجود داره، اینا خدا را نفی نمی کنن. مشکل در صفات خداست نه در وجود خدا.
اینا میگن خدایی که ما رو آفریده که نمیتونیم این کار بکنیم، ولیکن حقیقتش ما به عملکردش اعتراض داریم. خالقمونه، میگن مثل پدر و مادر آدمه. آدم پدر و مادرشو که نمیتونه انکار کنه، اما گاهی وقتا پدر و مادر رو بد عمل میکنه و ما میگیم آقا در عین احترام به والدین محترم، بنده معتقدم شما در این مورد نسبت به فرزندتون درست عمل نکردید. الهیات اعتراضه میگه خدای تعالی در عین احترام بندگی به حضرت باری تعالی، ما معتقدیم شما در اموری که شر و رنج ما رو باعث میشود خوب عمل نکردید و لطفاً کاری بکنید که رنج ما کاسته شود. بنابراین امیدوارم هستند به چی؟ به کاسته شدن رنج. میخوان عطوفت خدا رو، ترحم خدا رو، مهربانی خدا رو به خودشون جلب بکنن. بنابراین نوعی امیدوارن به رفع رنج و شر از جانب خداوند. کسی که تو این حوزه پیشگاه محسوب میشه در حوزه حداقل الهیات یهودی دو نفر هستن که حالا غالبا یکیش مشهورتره، یکیش کمتر شهرت داره. من از اون که کمتر شهرت داره به نام آنسون لیتنر، ایشون یک کتابی نوشته یهودی است به نام Arguing with God A Jewish Tradition که عنوانش هست مجادله با خدا سنت یهودی، یعنی با خدا وارد جدل میشه. میگه توی که مثلا فرض بکن قوم برگزیده تعیین کردی، این راهش نیست که ولش بکنی و ببینی جلو داره رنج میکشه، کشته میشه، سوزونده میشه و تو جیک نزنی، ککت نگزه، جدال میکنه. اما این جدال، جدال مؤمنانه است. این نکتهشو داشته باشی. توی این رویکرد معترض مؤمن است، معترض موحد است، اما معترض است. اون کسی که مشهورتره توی این الهیات و غالبا با این فرد مثلا این حوزه شناخته میشه، دیوید بلومنتال هست. کتابی نوشته Facing the Abusing God: A Theology of Protest. این 1993 نوشته، منتشر کرده، در حال کتاب قبلی 1977. برای همین من اونی که اول گفته رو، اول نوشته رو معرفی کردم. بلومنتال به عنوان مواجهه با خدای متجاوز، اسم کتابش هست مواجهه با خدای متجاوز، الهیات اعتراض، یعنی خدا به حریم اخلاق، به حریم عدالت، به حریم رحمت تجاوز کرده. بنابراین با این خدا وارد محاجه میشه، وارد جدال میشه، میگه حواست هست چه میکنی؟ میبینی چه میکنی؟ چه به سر ما میاری؟ خالق مایی، بنده توییم، اما رنج ها رو داریم ما تحمیل میکنی، چرا؟ میگن اینها، هم بلومنتال هم اون یکی لیتنر، میگن که خدا به رنج انسان بی‌اعتناست. ما از بی‌اعتنای خدا دادمون در اومده، معترضیم، گلایه میکنیم. این آنسون لایتنر خاخام هم هست، ربای هست به اصطلاح، اینو کتابو نوشت. اینا رو خوب آدم بدونه که تو قوم خودشون اینا چه کار است. بعد این روی کرد یک چهره کتاب مقدس داره، ایوب پیامبر. این ایوب در روایت کتاب مقدس، یعنی تو سنت یهودی مسیحی، بارها وفاداری و ایمان خودش رو به خدا اعلام میکنه، ولیکن به این نتیجه میشه که خدا عادل نیست. میگه که من بنده تو هم، من مؤمنم به تو، ایمان دارم، اما این بی‌عدالتی ها چیکار کنم؟ چرا داری یه قد به من ظلم میکنی؟ چرا داری بی‌عدالتی میکنی؟ چرا قد به من رنج میدی؟ همه نعمتات از من گرفتی، من چه کار کرده بودم؟ به عبارتی از کتاب مقدس اینا ارجاع میدن، میگن که ایوب میگه که با این که میدانم تو میخواهی مرا بکشی، زجر کش کنی، با این همه من به تو اعتماد دارم. خب چهره ایوب کتاب مقدس یه چهره مؤمن معتزله خداوند. اینها با تأسی به ایوب میگن ما هم مؤمنیم، هم موحدیم، هم معترضیم.
یعنی به این شر معتقدیم شر از جانب خدا اومده، خدا مسئول این شره، اما میخوام دعا بکنیم که شر رو مرتفع بکن. من توی مباحثم سعی کردم که وارد امور دینی نشم، اینجا فقط یه پرانتز باز کنم، از قرآنم چیز نخونم، قرائت نکنم، باید که تک تک این مواردی که با شما بحث کردم، خب بحثای دینی داره، بحثای قرآن داره. اما این یک مورد رو به خاطر که نوعا افراد غفلت میکنند از تفاوت بین ایوب کتاب مقدس و ایوب قرآن، اینو اجازه بدید من اشاره بکنم، یه نکته خیلی ظریف قرآنی رو بهش بپردازم. ایوب توی قرآن کریم در دو سوره، سوره انبیا و سوره صاد بحثش آمده. نکته، حالا وقتم کفاف نمیده به مباحثی که آماده کردم همه اینها رو برای شما بگم، تو متن کتبی هست میتونید مطالعه بفرمایید، اما نکته که میخوام الان بهش اشاره کنم و خواهش میکنم تفاوت جدی بفرمایید اینه، در قرآن کریم میگه که به من این ضرر ها آمده، مسنی از ضر، به من خیلی ضرر اومده، خیلی آسیب به من رسیده، اما میگه که تو اینو تو سوره انبیا، تو سوره صاد میگه که خداوند میگه وذکر عبدنا ایوب، یادآور، یاد بیاور بنده ما ایوب رو، از نادا ربه، وقتی که به درگاه خداش مناجات کرد، انی مسنی الشیطان به نصب و عذاب. ببینید تفاوت قرآن و کتاب مقدس اینه، اینجا نصب و عذاب رو به شیطان نسبت میده نه به خدا، میگه که خدایا شیطان مرا به رنج و عذاب انداخت، در حالی که روایت الهیات اعتراضی از کتاب مقدس اینه که این رنج رو خدا به من داد و بلای همه من به او دارم اعتراض میکنم، اما ایوب پیام قرآن میگه که این رنج و عذاب از جانب شیطان به من اومده. بعد خدا، این دوتا خیلی فرق میکنه، اصلا قضیه رو کامل ادبیات مسئله رو عوض میکنه. این آیه 41 تا 44 سوره صاد رو ببینید، بعدش هم خدا به اصطلاح مدح میکنه ایوب رو، میگه انا وجدنا صابرن نعم العبد انه اواب، چقدر بنده خوبیه، چقدر به سمت ما اومد، این همه رنج برش وارد شد اما ما رو فراموش نکرد. خب واردش نمیشم، جزئیاتش پرانتز بسته. در الهیات اعتراضی خدا میتونه تاریخ رو تغییر بده، اما به دلایل معلومی بر ما از قدرت خودش استفاده نمیکنه و تاریخ رو به نفع انسان تغییر نمیده و باعث میشه خدا انسان ها رنج بکشه. بنابراین این قادر، خدای قادر در الهیات اعتراضی متاسفانه خیرخواه آدم نیست، ولی امید به تغییر فعلش هست، باید بهش اعتراض کرد تا راهش عوض بکنه و این رنج رو از دنیا کم بکنه. در میان مسلمانان هم یک نفر از ایرانیان آلمان به این مسئله قائل، یعنی به الهیات اعتراضی قائل، آقای نوید کرمانی، یک کتاب نوشته در سال 2005 منتشر شد، عنوان عنوان به آلمانی کتابیست، کلا همه کتاباش به آلمانی می نویسه و این به انگلیسی ترجمه شده، ترجمه انگلیسیش این هست: The Terror of God, A Thought Job and the Metaphysical Revolt. ترجمهش میشه وحشت از خدا، ایوب، عطار و شورش متافیزیکی، اعتراض متافیزیکی. کرمانی، من باش ملاقات کردم، یادم هست اولین بار با خانمش اون زمان در دفتر آقای منتظری بود در قم، اتفاقی ایشون از آلمان آمده بود، من هم دیدم ایشون رو، با هم صحبت کردیم، بعد در فرصت مطالعاتی هم اتفاقا باز با هم در یک مؤسسه بودیم، البته ایشون فرصت نکرد زیاد اونجا بیاد، ولی که کارشو خوندم. ایشون تو این کتاب نوشته که خیلی حرف مهمیه، کتابش از تجربه تلخ بیماری و مرگ اقوام نزدیک شروع میکنه در تهران. یکی از عزیزترین خویشاوندانش، اسم میبرم، منم اسم میبرم چون رو این حرف دارم بعدن، این از جاهاییست که میخوام به شما این رو نشون بدم که در رویکرد سوم، این رویکرد بیش از آن که دلیل داشته باشد، بیش از آن که دلیل داشته باشد علت دارد. اینم توضیح خواهم داد. میگه که
من یک عمه ای داشتم کرمانه میگه به نام لعبت، عمه لعبت، همسری داشت به نام مهندس کرمانی، و بعد اینها با رنج از دنیا رفتن، بیمار شدن و از دنیا رفتن، و این شاهد جان کندن این دو عزیزش بوده. این کتاب رو بعد از این واقعه مولمه نوشته، یعنی بعد از این که این دو عزیزش رو اون شکل از دست داده. در کتاب جاب همون ایوب پیامبر است، اما ایوب کرمانی ایوب قرآنی نیست، ایوب مسیحی یهودی است، و سنت مسیحی یهودی ایوب رو مورد بحث قرار داده که بهش اشاره کرد. اما چیزی که در کتاب کرمانی تازگی داره ارجاعش به مصیبت نامه عطار نیشابوری است. میدونید عطار یکی از مشاهیر عرفان و ادب فارسی است. منطق الطیر، اسرارنامه، مختارنامه، الهی نامه و مصیبت نامه و ده ها کتاب بسیار ارزنده دیگه. یعنی اگر بخوام 5 تا رو بگیم توی قله عرفان و ادبیات فارسی، قطعا عطار یکیشه. این مصیبت نامه 40 بخش داره. تو این مصیبت نامه بیش از 300 حکایت. توفیقی بود من توی یکی از کلاسام تو همین دوره غربت منطق الطیر عطار رو با دانشجو در کلاس اول تا آخرش خوندم. واقعا یکی از داستان، برخی داستان های عطار جاودانه است، مثل این داستان شیخ سنانش. تو اینجا توی بخش دوم کتاب مصیبت نامه که قاعدتا همین مورد اشاره کرمانی هم قرار گرفته، یک بحث های حکایات و تمثیل هایی در مورد دیوانگان و مناجات اونها به درگاه خدا داره. یه من بخش انتخاب کردم تا شما رو حس الواقع این کتاب رو یا حرفی که کرمانی رو داره کرمانی داره میزنه پیدا کنید. البته بدونید متنامه یک مثنوی هست. سیر آفاقی انسان رو به زبان حال داره بیان میکنه. بخوام کتاب رو به اصطلاح توصیفش بکنیم، من توصیف متخصص این فن رو هم برای شما میگم. عبدالحسین زرینکوب میگه که مصیبت نامه شرح درد و اندوه بی سرانجام سالک فکرت است، فکر که حقیقت را میجوید و هر گام که برمیدارد ماتمی بر او انبار وارد میشود و پایان راهش هم جز سرگشتگی و حیرت نمییابد. ظاهراً عطاری رو در یه زمانی نوشته که رنج‌ها برش تلمبار شده، ولی باز از دست از خدا بر نداشته، از رحمتش بر نداشته، اما گلایه داره. بالاخره کتابش رو با این بیت شروع میگه: گرز گفتن راه میابد کسی، گفته من بایدت خواندن بسی. اگه حرف حساب تو گوشت فرو میره بشین کتاب منو بخون، زان که هر بیتی که می بنگاشتم بر سر آن ماتمی می داشتم. هر بیتی از این کتاب رو که می خونی من یه ماتمی داشتم، یعنی یه واقعی مولمه ای رنجاوری پشتش بوده که من نوشتم. در مصیبت ساختم هنگام من، نام این کردم مصیبت نام من. در هنگامه مصیبت من این کتاب رو نوشتم، اسمشم گذاشتم مصیبت نام. این تو کتاب مقدم است، توی مقدمه کتاب. یه بیت رو که میتونم بگم مثلا اصاره بحث رو کرده به دیوانگان هست. دیوانگان حرفای عاقلانه هم میزنن. میگه که شرع چون دیوانه را آزاد کرد، تو به انکارش نیاری یاد کرد. شریعت وقتی دیوانه رو آزاد کرد، دیوانه مکلف نیست چون عاقل نیست، عاقل مکلفه، دیوانه که مکلف نیست، تو حق نداری او رو انکار بکنی، یعنی حقش رو انکار بکنی. بشین حرفاش رو گوش بکن ببین چه حرف حسابش چی. در بخش دوم مصیبت نامه توی الحکایت و تمثیل چند تا داستان داره، من یکیش رو انتخاب کردم، داستان شبلی و دیوانه است. ازتون درخواست میکنم این رو بخونید، قشنگه. میگه که من همه رو نمیتونم بخونم، به ابیات متعدد داره، 5 تا بیتش رو انتخاب کردم. فردی بوده این دیوانه، شبلی میره ملاقاتش. شبلی صوفیست، صوفی شناخته شده است. بعد این فرد خیلی میناله،
دیوانه، گرسنه است، فقیر، حاجات دیگه هم داره. حالا میبینی یه مرد خدای اومده پیشش، شروع میکنه درد دل کردن و جلوش با خدا مناجات میکنه و به خدا گلایه میکنه. این حرفا حرفای دیوانه با خداست، نه دیوانه با شکلی. گر تو را گویم چه میسازی مرا، در بلای دیگر اندازی مرا. خدایا اگه بگم که تو با من داری چه کار میکنی، حرف که تو گوشت نمیره، یه بلای دیگه به سر من میاری. گر تو را گویم چه میسازی مرا، در بلای دیگر اندازی مرا. یه بلای دیگری هم تو سرم میزنی. نه مرا جامه نه نانی میدهی، نان چرا ندهی چو جانی میدهی. نه لباس به میدی، پول ندارم برم لباس بخرم. نه گرسنم، نون ندارم بخورم. حالا نون نمیدی، تو جون چرا دادی که بعد نون نمیدی پشت سرش؟ خب جون دادی، نونم بفرست. بعد شبلی حرفاشو گوش میکنه، چیزی نمیگه، میره صدا میزنه، میگه نری حرفا رو به خدا بزنی. حالا گوش بکنی چی بهش میگه. گفت زنهار ای امام رهنمای، تا نگویی آنچه گفتم با خدا. الحذر الحذر، حرفایی که درد دلی که من باید کردم با خدا نکن. زان که گر با او بگویی این قدر، زان چه میکرد او کند صد ره بتر. اگر این حرفا رو همین قدری که من بهت گفتم و بری بهش بگی، حالا مگه خدا نمیشنوه؟ اگه بری بهش بگی، اون صد بار بدتر از این که تو حالا با من کرده خواهد کرد. و بعد ناامیدانه میگه من نخواهم خواست از حق هیچ چیز، زان که با او در نگیرد هیچ نیز. من از خدا حق تعالی هیچ چی نمیخوام، برای که با اون هیچ کار من درست در نمیاد. این خیلی قرن هفتمه، خیلی حرفای بزرگی زده. البته متن رو که این حکایات رو با نتیجهش باید خوند. عارف عطار توی یه سالکه و میره جلو، حرفای رو از زبان دیوانگان زده. برحال نوید کرمانی آمده از این مطالب استفاده کرده و گفته ما هم میتونیم مثل ایوب، مثل دیوانگان عطار، یه شورش متافیزیکی بکنیم علیه خدا، موحد بمانیم، اما بگیم که مثلا چرا عزیز ما رو اینجوری داری از بین میبری، چرا داری به ما رنج میدی و الی آخر مثلا. خب من ببخشید حالا اگه بخوام ادامش بدم یک سینه سخن دارم، اما حالا برم متناسب با وقت باقی مونده دو تا الهیات دیگه هم این جلسه بتونم بگم هنر کردم. بحث سوم امروز من بحث الهیات ضعف خداست، Theology of God's Weakness، الهیاتی که خداش خدای ضعیفی است. نویسنده به اصطلاح متفکر این دو نفر رو معرفی میکنم. مهمترین متفکر این روی کرده الهیاتی خانومیه به نام خانم دوروتی سوئل. یک کتابی داره، حالا چند دو تا کتابش معرفی میکنم، یک کتابم در موردش نوشته شده، کسی که میخواد بره بخونه. تو هم چیز فیمینیستی هم داره، گرایش های فیمینیستی هم داره. خب برای این افرادی که این نهله رو تایید میکنن، خانم قابل توجهی و فرد شناخته شده ای. یک کتابش که تو این بحث من ازش استفاده کنم هست، سفرینگ، رنج بردن، رنج کشیدن، 1975 منتشرش کرده. کتاب دیگرش که 1992 منتشر کرده، Theology for Skeptics: Reflection on God، یعنی الهیات شکاکان برای شکاکان، تأملی در مورد خداوند، یعنی نوعی به شک که در وجود خدا هم رسیده در این کتاب دوم. یک کتابی هم خانم سارا پیناک ادیت کرده، ویراستار، Theology of Dorothy Soil، الهیات خانم سوئل، که این اومده بالاخره یک کتاب در موردش منتشر شده، نشون دهنده این که بالاخره چهره مطرحی است. خدایی که این خانم معرفی میکنه خدای ضعیف بی قدرت هست. میگه خدایی که توی مسیحیت به ما معرفی کردن خدای جلاد شکنجهگر و غیر منطقی است. من این خدا را قبول ندارم، من به این خدا اعتراض دارم. من خدایی را قبول دارم که این خدا زورش نمیرسه
جلو رنج رو بگیره، جلو شر رو بگیره، اگه زورش میرسید حتما میکرد. با این خدا راحت تر میتونم کنار بیام تا با خدایی که قدرت مطلق داره، به قول اینها میگن خدای خودکامه است، شکنجه میکنه، رنج میده، با این خدا نمیشه کنار اومد. جلادم هست عبارت است که خودش این خانم به کار برده توی. بعد میگه خدای من با رنجیده ها رنج میکشه. اینجوری نیست که رنج ما رو ببینه و کاری نکنه، نه، اون گریه میکنه، دلش میسوزه وقتی میبینه بندش داره رنج میکشه، اونم رنجور میشه. بعد یک نقد خیلی جدی داره به الهیات مسیحی، میگه که این خدایی که شما معرفی کردید این عامل رنج ماست. شما به ما تعلیم خدازاری دادید، ما مسیحیان باید خودمون رو آزار بدیم و خدای دیگر آزار ما را می آزارد، بندگانش رو می آزارد، تحمل بکنیم. دیگه گذشت این دوران، نه ما خدای دیگر آزار را قبول داریم، نه خودمون به خدازاری مبتلا میشیم. شما اینجوری به ما تعلیم دادید. خدا رو باید در قبال پسرش بر صلیب دید، چون میدونید در سنت مسیحی ابو ابن و روح القدس، اون خدایی که ما میپردازیم بهش تو ادیان ابراهیم، اونا خدای پدر میدونن. میگه اون خدای پدر این کارا رو کرده، در حالی که پسر خودش عیسی مسیح به صلیب کشیده شد. چه کار کرد برای اون؟ کاری نکرد، چون نمیتونست کاری بکنه، ضعیف بود. خدایی که نتونه جلو به صلیب کشیده شدن، به رنج ابدی پسرش جلوگیری بکنه، خب معلومه که خدا ضعیفه. یه فصل مشوقی از این کتاب سفرینگش در مورد، حالا نمیدونم توصیف زبان حال به اصطلاح یا واقعیت داره، از زبان یه پسر بچه آشویتس در اردوگاه همون آدم سوزی آلمان ها که این شاهد سوزوندن پدر و مادرشه و به هر دری میزنه که مثلا بتونه جلوگیری بکنه. از جمله خدا تو کجایی؟ کجایی که بگز نگذاری پدر و مادر و من و خواهر و برادرم و همه عزیزانم رو بسوزونن؟ اگه تو هستی خب بیا، اگه میتونی بیا. آخرش خیلی این نوشتش نوشته اینه که میگم الهیات رویکردهای عاطفی فوق العاده به لحاظ احساسی قوی است. اصلا نمیتونه جلو خودش رو بگیره و اشکش بی اختیار سرازیر میشه. میگه که خدا نمیتونه، نه تو آشویتس تونست، نه تو به صلیب کشیدن عیسی مسیح تونست، این خدا درمانده است. واژه که خود این خانم به کار میبره، خدا کنار رنج دیده ها بر سر دار است. من همچون خدایی رو میگه دوست دارم، خدایی که با رنج دیده ها رنج میکشه. برای همین که یک وجهه خدایی هم در عیسی مسیح مسیحیان قائل هستن، برای همین میگه که این خدا رنج میکشه مثل من و تو. از این خدا رو باید دوست داشت، اما این خدا باعث رنج نمیشه مثل خدای پدر که به درک جلاد است و شکنجگر و اینها نیست. اما از این صریح‌تر فردیست به نام یورگن مولتمن، Crucified God، خدای مصلوب، خدای به صلیب کشیده شده. خب میتونیم تعبیرش ممکنه بیار بگی که این در مورد عیسی مسیح، اما بالاتر از این خدای به صلیب کشیده شده 1992، خدای مصلوب، یعنی این همون خدایی است که زورش نمیرسه. بعد سوئله میگه که درد مسیح درد و درد کل بشر همون درد خداست، البته نه خدای پدر، خدای پسر. چاره کار هم باید در عمل خدا روی صلیب دید، صلیب پسرش دید. او یعنی خدای پسر در همه جا هست، اون در جهان تجسد پیدا کرده، با هر رنجوری هست، با هر بیماری هست. بنابراین اما این خدایی نیست که ازش انتظار کار بزرگ کردن باشه، کار زیاد کردن باشه. متاسفانه به الهیات مرگ خدا هم نرسیدم دیگه، وقت رو به اتمامه، بحثان باقی موند، یک جلسه دیگه حداقل خواهیم داشت. به اینجا بحثم رو
خاتمه میدم. از به شما سپاسگزارم. شما در بخش پرسش پاسخ سوالاتون هستم، منتظر سوالاتون هستم. خدا نگهدار.